بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. مثلان عزیز سلام عرض میکنم و حضور شما نور چشمانم را در این صنف درسی اینترنتی آنلاینی خوش آمدید عرض میکنم و مقدم همی شما را عزیزان گرامی میدارم. ما راجع به گلایکولیز در ساعت قبلی بدون معادله صحبت کردیم، یک توضیحات همه جانبی داده شد، اما وقت شما او توضیحاتی که من در ساعت قبلی خدمت شما ارائه کردم بهتر میفهمید که معادلات را هم ببینید. افسوس درس آنلاینی هستند و اینترنتی، اگر در صرف می بود، حضوری می بود که روی تخته به شما این معادلات را می نوشتم و توضیح می دادم مفصل با استفاده از وقت مناسب. حالا خب ما وقت مناسبی نداره، مجبور کوتاه کنیم و مختصر، شما بیشتر میفهمیدید، تو جزئیاتش داخل میشید. برزت عزیزان، من قبلا خدمت شما عرض کرده بودم در ساعت قبلی که البته پیش از اینکه درس شروع کنم، این درس دوم از هفته سوم ما شما بباشد که جلسه ششم گفته میشود، ششم مضمون بیوشیمی. عزیزان، ما در ساعت قبلی عرض کردم که مجموعه تعاملات کیمیاوی عملیه گلایکولیز 10 تا تعامل هستن. حالا همین 10 تا تعامل را بررسی میکنیم و گفتم که بعضی این 10 تا تعامل را به دو بخش، بخش اول و بخش دو تقسیم میکنه، یا مرحله اول و مرحله دو، بعضی هم به سه بخش تقسیم میکنه، مرحله اول دو سی. حالا ما به مراحلش اوقدر کار نداریم، علاقی نداریم، ما به تعداد تعاملات کار داریم. مجموعی این تعاملات 10 تا هستن و از تعامل اول شروع میکنیم تا تعامل دهم، انشالله که در این ساعت کوشش میکنیم تمام کنیم، به اتمام برسانیم این 10 تا تعامل. خواهش میکنم پدرانه که عزیزای ما کوشش کنن حفظ کنن که همین 10 تا تعامل کل گلایکولیز شامل میشود و با حافظه انشالله داشته باشید. اول تعامل اولی را بررسی میکنیم تحلیلی. در تعامل اولی عزیزان که در سلاید شما مشاهده میفرمایید، در اولین تعامل تبدیل گلوکوز است به گلوکوز 6 فاسفیت. تبدیل گلوکوز به گلوکوز 6 فاسفیت. شما سمت که گلوکوز اینجا فاسفوریله میشه یا تحت عملی فاسفوریلیشن قرار میگیرن، شما سمت چپ معادله مشابه به حلقه بنزین میبینید که در یک کنجش اکسیژن به جای کربن قرار داره، این را گلوکوز فرض کنید. حالا ما تمام H و OH هایی که دارو برش است ندادیم، منتها اگر شما دوست دارید میتونید همی حالا بر خود روی کاغذ یادداشت کنید در این سمت چپ که گلوکوز است، در کاربن کنجش طرف چپ که است که زاویه مثل حلقه بنزین است، این خطر که مشاهده میفرمایید، در بالاش میتونید H بنویسید، پایینش OH بنویسید، اینجا OH بنویسید، و در این کاربن شماره 3 شم شما بالاش در داخل حلقه OH بنویسید، پایین حلقه H بنویسید. در کاربن شماره 2 ایش که اینجا وکتور شما را نشان میدن، در بالاش داخل حلقه H بنویسید، پایین این خط OH بنویسید. همه طور شما میتونید که در اینجا شما OH بنویسید و در بالاش در این قسمت البته باز یک H شما بنویسید، H اینجا OH باشن. همین و در کاربن شماره 1 هم عزیزایم در حلقه گلوکوز، چون گلوکوز معمولا در داخل حجرات در داخل جسم زنده به شکل حلقوی هستند که کاربن شماره 1ش از طریق یک پل اکسیژنی وصل می شود به کاربن شماره 5 که در سمستر قبلی بیشمی شما خواندید. کاربن شماره 1 گلوکوز بالا به این شکل میان از اکسیژن عبور میکنه، یعنی یک رابطه اشتراکی یگانه کاربن شماره 1 دارن به اکسیژن، اکسیژن باز یک رابطه اشتراکی یگانه داره به کاربن شماره 5. همینه در اصطلاح بیوشیمی میگن پل اکسیژنی یا رابط اکسیژنی که کاربن شماره 1 به 5 وصل است
و از نظر بیوشیمی این میگن پیرانوس. پیرانوس هرگاه کربن شماره 1 در فرمول القلی به کربن شماره 5 وصل باشد این میگن پیرانوس. کربن شماره 5 اینجاستن که وکتور شما مشاهده میفرمایید و کربن شماره 6 خارج از القلی بنزینه که CH2OH. حالا میایم به اصل تعامل. این گلوکوز است عزیزان، جمع شده با ATP یعنی ادینوزین سه فسفیت. یکی از فسفیت های ATP یعنی ادینوزین سه فسفیت نصب می شود بر روی کربن شماره ششم گلوکوز که اینجا در این طرف چیز شما مشاهده می فرمایید، طرف راست معادله کیمیاوی به کربن شماره ششم نصب شدن. گروپ فسفیت شما مشاهده می کنید به CH2 اینجا وصل شدن و ای گلوکوز نامش میشه گلوکوز 6 فسفیت، یعنی گلوکوزی است که در کربن شماره ششمش یک گروپ اینجا هستن یک گروپ فسفیت نصب است و جمع ADP ATP چون یک فسفیت از دست داد تبدیل شد به ADP. انزایمش هکسوکیناز است، کوفاکتورش مگنیزیم هستن که آیون مگنیزیم هستن که این انزایم رو فعال میسازه، کمک میکنه برش. دو تا انزایم هستن، یکی هگزوکیناز است که در فاسفوریلیشن گلوکوز به گلوکوز 6 فسفیت نقش داره عزیزان، که یک فسفیت از ATP میگیرن برای گلوکوز در کربن شماره 6 نصب میکنن و این تعامل هم یک طرفه هستن و برای فعال شدن انزایمش مگنیزیم ضرور است، خصوصا آیون مگنیزیم. از اون یک انزام دیگری هم هست که به نام گلوکوکیناز یاد میشه. این در جگر انسان وجود داره و این تنها بر روی گلوکوز اثر میکنه و گلوکوز را تبدیل میکنه به گلوکوز 6 فسفیت. البته انزام هگزوکیناز میتونه روی دیگه قدام اثر داشته باشن، اما گلوکوکیناز صرفا بر روی گلوکوز اثر میکنن. پس ای بود معادله شماره اول که خدمت شما عرض شد. حالا میایم به معادله شماره دوم. در این مرحله عزیزای نورچش من، گلوکوز 6 فسفیت به ایزومیر خود که نامش فرکتوز 6 فسفیت است تبدیل میشه. همین عمله ایزومیرایزیشن گفته میشه، یک ایزومیر به ایزومیر دیگه که تبدیل شه. شما در بیوشیمی اول یا بیوشیمی یک خواندید که گلوکوز یک هگزوز الدوز است یا هگزوزی از قند 6 کربنی است که الدیهایدی است. الدوز یعنی الدیهایدی است. فرکتوز قند 6 کربنی است که کیتوزی هستند. 6 کربنه هست، هگزوز است، اما کیتوز است، کیتونی هستند. منتها وزن مولکول از یک است، فرمول بستی هر دو تا C6H12O6 است، اما موقعیت فرمول ساختمانی اینا با یک دیگر متفاوت است که شما ایزومیرا را خواندید در سمستر قبلی که من تکرار نمیخوام بکنم. پس در اینجا مشاهده میفرمایید گلوکوز 6 فسفیت توسط عمل ایزومیرایزیشن تبدیل میشود به توسط یک انزایم است که در سلاید نوشته نشده که وقت نگیره، به نام انزایم فاسفو گلوکو ایزومیراز یاد می شود، انزایمی که اینجا باید می نویسیم. در اینجا می بینید که گلوکوز تبدیل شد به فرکتوز. فرکتوز به این شکل است با گلوکوز، تفاوتش که ساختمان کیمیاویش فرمول حلقویش 5-زولی است، از گلوکوز 6-زولی هستن، از فرکتوز 5-زولی است، 1-زول، زل دوم، زل سوم، زل چهارم، زل پنجم. در این حلقه پنزولی در کربن شماره 1 که اینجاست میبینید یک CH2OH است که یعنی این در حقیقت کربن شماره 1 شدن، این شماره 2 میشود، این 3 4 ازاویه و ازاویه 5 که پس باز روی کربن شماره 5 یک CH2 داریم که رویش گروپ فسفیت نصب شده. کربن شماره 6 رویش یک گروپ فسفیت نشده. این کربن CH2 که اینجا شما مشاهده میکنید در فرکتوز، این کربن شماره 6 است. پس در فرکتوز یاد شما باشه عزیزای در فرمول حلقویش دو تا کربن خارج از حلقه است، یکی کربن شماره 1 و دیگه کربن شماره 6. شماره 1 سمت راست است،
کاربن شماره 6 سمت چپ خارج از حلقه. پس گروپ فاسفیت هم مشاهده می‌فرمایید که بر روی کاربن شماره 6 نصب هستند. خب حالا میایم به تعامل سوم عزیزان. تعامل البته من قبلا توضیح کلی از یار خدمت شما داده بودم. در کاربن شماره 3 عزیزای دلم باز دوباره در تعامل شماره 3 دوباره یک عملی فاسفوریلیشن انجام میگیره، یعنی یک ATP دیگه اینجا مصرف میشود. در اینجا شما ببینید فرکتوز 6 فاسفیت که یک گروپ فاسفیت داره در کاربن شماره 6 خود جمع ATP میشه، یعنی ادینوزین سه فاسفیت هم. و بازم اینجا کوفاکتور مگنیزیم است عزیزای نور چش من، کوفاکتورش و انزامش فرکتوکیناز نام داره که اینجا باید می نویسیم، چون من نمی خواهم که درس رو برای شما مشکل کنم و انزایم ها را شما نامایش ازبر کنید یا حفظ کنید، اما در سلاد شما و یا در کتاب شما باید باشن. اینجا یک انزایم است که به نام فرکتوکیناز است انزایمش، منتها نامه های انزایم ها را در امتحان شما نمیارم که نمیخوام درس مشکل شه. پس عزیزان این فرکتوز 6 فاسفیت تبدیل شد به فرکتوز 1,6 دای فاسفیت. حالا شما مشاهده کنید در فرکتوز سمت راست معادله در کاربن شماره 1 هم یک گروپ فاسفیت نصب است، یعنی به CH2. شما میبینید رابطه این اکسیژن با کاربونی که در CH2 داره در حقیقت با کاربونش این رابطه وصل میشه. H2 آخو بالا و پایین یا ای بغل و بالا، اما این رابطه ای اکسیژن به کاربون وصل است و گروپ فاسفیت هم مشاهده میفرمایید. یک فاسفیت هم میبینید در CH2 که کاربن شماره 6 فرکتوز است، اکسیژن وصل که رابطه اشتراکی یگانه یا کوولانس داره. این نامش میشه فرکتوز 1,6 دای فاسفیت، یعنی فرکتوزی است که در کاربن های شماره 1 و 6 خود دو تا گروپ فاسفیت رویشان نصب است. همین دایره به جای دای، البته هنوزم بعضی از دانشمندا در کتاب های بیشیمی همون دای میگوید، اما حالا جدیدن میگن بس بنویسید که فهمیده شود که این دو تا فاسفیت در دو کاربن جداگانه هستند. میگن فرکتوز 1,6 بس که BIS فاسفیت کمو هم دور منو بده. اگر شما در بعضی کتاب بیشیمی بس دیدید دیگه نترسید که ای بس چی معنا میدن یا استاد به ما نگفتن. حالا میایم به معادله شماره 4. معادله شماره 4 در اینجا فرکتوز 1,6 دای فاسفیت که اینجا شما میبینید، این فرمول ساختمانی زنجیری فرکتوز است. پیشتر ما حلقویش داشتیم، این زنجیری است. در کاربن شماره 1 هم میبینی یک گروپ فاسفیت است و پایین در کاربن شماره 6 هم میبینی یک گروپ فاسفیت است. پس کاربن های شماره 1 و 6 یک گروپ فاسفیت دارن و ما اگه یاد شما باشن گفتم فرکتوز قند کیتونیست، کیتوز است. میبینی اینجا CO کاربن شماره 2 علامت کیتون کاربونیل داره که علامت یا عامل کیتونی گفتم. این تبدیل میشود به دو قند سه کاربونه که یکی دای هادروکسی اسیتون فاسفیت است که ای باز قند سه کاربونی کیتونیست، کیتوز است. چون عامل کیتون اینجا CO میبین در کاربون وسط. و ای هم گلیسر الدیاج سه فاسفیت است که شما در بالا کاربون یکش عامل الدیهایدی رو میبینی، نشان میده که یک قند الدیهایدی است و در کاربن شما رو سومش هم گروپ فاسفیت هستن. حالا میایم به کاربنش و تعامل کیمیایی شماره 5. در اینجا شما مشاهده میفرمایید قند گلیسر الدیهاید سه فاسفیت که سمت چپ است، دای هادروکسی اسیتون سه فاسفیت که این هم سمت راست هستن. این جای دو تا ایزومیرای یک دیگر است، یکی ترایوز الدیهایدی است یکی ترایوز کیتونی هستن، یا اما اسیتون خودش نماینده کیتون هاست. اگر در اینجا این دوتا به یک دیگر چیز می شود ایزومیراسن تبدیل می شود، گرچه مسیر یا سمت تعامل به سمت دای هادروکسی اسیتون فاسفیت بیشتر است، اما چون در عمل گلایکولیز گلیسر الدیهاید سه فاسفیت تبدیل می شود لذا دای هادروکسی اسیتون هم تبدیل می شود به گلیسر الدیهاید سه فاسفیت. پس در مرحله 5 حاصل کار در عملی گلایکوز گلیسر الدیهاید سه فاسفیت یا ترایوز الدیهایدی سه فاسفیت هستن عزیزان. پس این بخش
از تعاملات گلایکوز که پنج مرحله اولی است و انرژی خواست و شما دیدی در دو تعامل در هر کدام یک یک ATP به کار رفتن، دو ATP مصرف شد که انرژی خواب بودن یا انرژی گیر بودن. نیمی دوم تعاملات که پنج تعامل بعدی هست باز انرژی زا هستن. در تعامل شماره 6 تعامل اکسیدشن گلیسر الدیهاید است، یعنی گلیسر الدیهاید در اینجا تحت عملی اکسیدشن قرار میگیره و در اینجا شما مشاهده میفرمایید که گلیسر الدیهاید سه فاسفیت امرای فاسفوریک اسید ترکیب می شود، HCPO4. وقتی که با این ترکیب شد این تبدیل می شود به 1-3-دای فاسفوگلیسریک تبدیل می شود، 1-3-دای فاسفوگلیسریک اسید. می بینی یعنی در کربن شمار 1 هم گروپ فاسفیت است، در کربن شمار 3 هم گروپ فاسفیت است. شما فرض کنید این زنجیر اصلی این سه کاربن است، 1-2-3 و فرض کنید یک گلیسرین هستن در کاربن شما، یا یک گلیسر الدیهاید هستن قند سه کاربنه در کاربن شماره یک گلیسر الدیهاید یک فاسفیت سوم دیگه و یک هیدروژن هم به شکل آیون آزاد می شود. حالا شاید شما سوال کنید این فاسفیت بعدی، گروپ فاسفیت بعدی از کجا آمد؟ گروپ فاسفیت بعدی از HCPO4، از می PO4 که در فاسفوریک اسید است آمد اینجا نصب شد. پس ایزان ای بودن تعامل شماره 6. حالا میایم به تعامل شماره 7 و در اینجا در می تعامل شماره 6 همطور که شما مشاهده میکنید یک اتم اکسیژن به عامل CHO افزوده شده است، CHO به سی در حقیقت CHO به COO تبدیل شدن، یک او دیگه او به اصطلاح امیر ما میگیم عملی اکسیدیشن، یعنی عامل الدیهایدی در گلیسر الدیهاید اکسیدیشن شد، به این خاطر این تعامل میگن اکسیدیشن گلیسر الدیهاید. تعامل شماره 7 توجه کنید عزیزای دلم، انشالله که خسته نشده باشید فرزندای عزیزم و اگر خواسته باشید باز 10 دفعه هم در آینده برای شما این را تکرار میکنم. مهم برای من فهماندن شما هستم، نه زود درس دادن یا زیاد درس دادن، هدف من فهمیدن شماست که کم درس بدم اما خوب درس بدم و شما بفهمید. از آن در تعامل شما رفت، در این تعامل باز گروپ فاسفیت در از این نقطه که شما میبینید گروپ فاسفیت در این تعامل در اینجا نصب میشه با گروپ کاربوکسیل به اصطلاح. شما گروپ فاسفیت در این تعامل که شما عنایت دارید در این تعامل گروپ فاسفیت از محلی که با گروپ کاربوکسیل است اسید 1-3-دای فاسفوگلیسریک به ADP منتقل میشود و در نتیجه ATP و اسید فاسفوگلیسریک تبدیل می شود. یعنی حاصل کارش چی هستن؟ حاصل کارش فاسفوگلیسریک اسید هستن. حاصل کار شما ببینید 1-3-دای یا بس فاسفوگلیسریک اسید که در کاربن شماره 1 شما می بینید به کاربن شماره 1 گروپ فاسفیت وصل هستن. همین گروپ فاسفیت به کاربوکسیل تبدیل شد در سمت راست معادله COOH و گروپ فاسفیت کاربن شماره 3 به جای خود باقی ماند و از این گروپ فاسفیت که از کاربن شماره 1 جدا شد که کاربن شماره 1 به کاربوکسیل تبدیل شد، این گروپ فاسفیت آمد روی ADP نصب شد، روی ادینوزین دای فاسفیت نصب شد. ادینوزین دو فاسفیته تبدیل شد به ادینوزین سه فاسفیته که نامش ATP است. پس در معادله 7 گروپ فاسفیتی که در کربن شماره 1-3-بس فاسفوگلیسریک اسید است برداشته می شود، می رود به اصطلاح بروی ADP تبدیل می شود، بروی ADP نصب می شود، ADP به ATP تبدیل میشه. این جایزان یک جمع ATP ما داریم که متاسفانه کسی که من داده بودم که تایپ کنن اینجا ATP رو نوشته نکرده، چون تایپ از یار کسدگی کردن در خانواده به یک از فرزندا داده بودم، از این لحاظ
اینجا ATP شما اضافه کنید عزیزای دل من، و انزایمی هم که در اینجا به کار رفتن انزایم فاسفوگلیسرول کیناز است. حال انزایم من نوشته نمیکنه، مشکل نداره، ما بنویسید بهتره اگه نوشه. پس این بود تعامل شماره 7 که گروه فاسفیت کربن شماره 1 مرکب سمت چپ که نامش 1-3-دای فاسفوگلیسریک اسید است برداشته شد، روی ADP نصب شد، ADP به ATP اینجا تبدیل شد و این مرکب جدید ما که حاصل شد 3-فاسفوگلیسریک اسید نام دارد. حالا میایم به تعامل شماره 8. در تعامل شماره 8 عزیزان نورچیش من، در اینجا شما سمت چپ میبینید مرکبی که در معادله شماره 7 حاصل شد نامش 3-فاسفوگلیسریک اسید است. یک گروه فاسفیت در کربن شماره 3 خود داره، این فاسفیت ای کربن شماره 3. همین 3-فاسفوگلیسریک اسید میتونه به 2-فاسفوگلیسریک اسید هم تبدیل شود که عملیه رو میگیم ایزومیرایزیشن. تعامل دو طرفه است، میتونه یکی به دیگر تبدیل شود به اصطلاح که انزایمی که در اینجا به کار رفته که بازم در سلاید نوشته نیست، انزایمش فاسفوگلیسرو موتاز نام دارن در این و کو فاکتورش یا کو انزایمش آیون مگنیزیم مثبت دوستن. در سمت چپ 3-فاسفوگلیسریک که مشاهده میفرد، سمت راست نور چشمان من نامش 2-فاسفوگلیسریک گلیسر الدیهاید است، 2-فاسفوگلیسر الدیهاید، یعنی امی فاسفیتی که روی کربن شماره 3 است جای خود عوض کرد به کمک مو انزایم، از کربن شماره 3 به کربن شماره 2 نصب شد. کیر ما میتونیم بگویم 2-فاسفوگلیسریک اسید، ایره میتونیم این طرف چپ است 3-فاسفوگلیسریک اسید. پس 3-فاسفوگلیسریک اسید و 2-فاسفوگلیسریک اسید ایزومیرهای یک دیگر است که به کمک انزایم فاسفوگلیسروموتاز میتونه یکی به دیگه تبدیل شد. دیگه داریم تعامل شماره 9. در این تعامل یک عملی دیهایدریشن انجام میگیرم، یعنی یک مولکول آب از 2-فاسفوگلیسریک اسید برداشته میشود به کمک انزایم انولاز. اینجا شما میتونید ببینید انولاز به کمک انزایم انولاز یک مولکول آب خود فاسفوگلیسریک اسید از دست میده به فاسفو اینول پیرویک اسید تبدیل میشه، به فاسفو اینول پیرویک اسید تبدیل میشود. پس میبینید تفاوت زیاره، کاربوکسیل در هر دو است، در کربن شماره 2 در 2-فاسفوگلیسریک اسید میبینید کربن یک طرف هیدروژن بارا کاربوکسیل پایین سیج دویت طرف راستش به اکسیژن گروه فاسفیت وصله، اما در فاسفو اینول پیرویک این کربن امی کربن شماره 2 پایینش رابطه دوگانه است، هیدروژنش رفت دیگه که یک مولکول آب شوه، به اصطلاح هیدروژن رفت که به یک مولکول آب، اینجا جمع H2 شما میتونید بسید جمع H2O یعنی جمع یک مولکول آب. شما لطف کنید در همین سلاید طرف راست مدل میشه جمع H2، این مرکب که شما میبینید نامش که سمت راست مدل است فاسفو اینول پیرویک اسید، فاسفو اینول پیروات هم میره میگن، فاسفو اینول پیرویک اسید هم نامش هست که یک اسیدش پیرویک اسید، یک اسید اینجا ماندن میتونید شما اضافه کنید. حالا میاییم به معادله شماره 10. در معادله شماره 10 گروه فاسفیت از چیز جدا میشه، از فاسفو اینول پیرویک اسید گروه فاسفیت جدا میشود و میرود روی ADP قرار میگیره، یعنی ادینوزین دو فاسفیت هم، و در نتیجه پیرویک اسید حاصل کار است. پس شما توجه بفرمایید امی گروه فاسفیت که در کربن شماره 2 فاسفو اینول پیرویک است جمع ADP و انزایمی که در اینجا است نور چشمان من، فاسفو در این انزایمی که اینجا هستند نور چشمان من انزایمی است که میتونن فاسفو اینول پیروات تبدیل کنن
به پیرویک اسید این خاصیت دارن یا همی توانایی دارن ایزان. و بعدا اینجا پیرویک اسید حاصل میشه جمع یک مولکول ATP. پس ما نتیجه میگیریم حاصل کار عملی گلایکولیز در نهایت بعد از 10 مرحله در مرحله آخری پیرویک اسید یا پیرووات هستن که این پیرویک اسید بعدا تبدیل میشه به لاکتیک اسید و میرن داخل چرخه کرپس و در نهایت باز به کاربون دای اکساید آب تبدیل میشه که چرخه کرپس شامل درسای آینده ما هستن عزیزان نور چشم من. پس ما نتیجه میگیریم که گلوکوز در آغاز گلایکولیز به گلوکوز 6 فسفیت تبدیل شد در آغاز در معادله اول و در معادله دهم همو گلوکوز همه تو مرحله به مرحله تبدیل شد به مرکبات دیگه و دیگه حاصلش پیرویک اسید یا پیرووات هستن و این پیرووات بعدن باز پیرویک اسید که در سایتوپلازم تعاملات انجام گرفتن بعد میرن به داخل میتوکاندریا از یک مولکول گلوکوز یادتان باشد بعد از 10 مرحله که انجام می شود 10 تعامل کیمیایی که انجام می شود از هر مولکول گلوکوز که 6 کربن داره 2 مولکول پیرویک اسید تولید میشه. شما ببینید پیرویک اسید 3 کربن هستن. دو مولکول پیرویک اسید تبدیل به وجود می آید و از هر مولکول پیرویک اسید به 1 مولکول لاکتیک اسید تبدیل میشه. یعنی دو مولکول پیرویک اسید که حاصل می شود از گلوکوز از کاتالیز گلوکوز یا گلایکولیز گلوکوز در مجموع باز به 2 مولکول لاکتیک اسید تبدیل میشه و بقیه تعاملات که شامل چرخه کرپس یا داروی ستریک اسید هستن باز او داخل میتوکاندریا انجام میگیره و نامش به نام چرخه کرپس است که حاصل کار از باز کاربون دای اکساید و آب میباشه عزیزان. پس ای بود نور چشمان من 10 تا تعامل کیمیاوی گلایکولیز که از مرحله اول تا دهم خواندیم و امیدوار هستم که یاد گرفته باشید سلایدهایتان دقیق دقیق ببینید و 1-2 جایی که بودن که گفتم که رو اصلاح کنید و انشالله او رو هم اصلاح کرده باشید. موفقیت شما را از خداوند میخوام و بعدا باز راجع به تعاملات در آینده اگر توضیحات خواسته باشید من در خدمت شما هستم. میتونید با من تماس بگیرید و یاری خدا و باز ای که باز در امتحان از این معادلات چگونه سوال میآید باز بعدن صحبت میکنه. هنوز حالا اول سمستر است باز در زمان امتحان 1 هفته قبل 10 روز قبل یا 2 هفته قبل باز راجبی که از اینا سوالات چگونه ساخته میشود انشالله مفصل صحبت میکنیم. از معادلات کیمیاوی حراسی نداشته باشید. شما کوشش کنید 10 معادله را با می توضیحاتی که من دادم از بر کنید انشالله که درس مؤثر و مفید باشن و متابولیزم کاربوهیدرات ها یعنی همین گلایکولیز و بعدن هم چرخه کرپس. از خداوند برای شما عزت و سربلندی می خواهم. سعادت شما آرزوی همیشگی است. در پناه خداوند باشید.